درود به شما براندازهای عزیز. در روزهای گذشته انتشار ویدیویی از پرنده هما در ارتفاعات البرز حسابی خبرساز شد. هما به مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار معروفه. مثل همه کرکس‌ها مردارخواره، با این تفاوت که 90% رژیم غذاییش از استخوان تشکیل میشه. هما استخوان‌ها را از ارتفاع خیلی زیاد به روی سنگ‌ها پرتاب می‌کنه و این کار باعث شکستن و قطعه شدن اونها میشه. اما نکته مهم اینجاست که هما در تاریخ ادبیات فارسی نشانه سعادت و جایگاه خاص اسطوره‌ای داره. خامنه ای برای نابود کردن فرهنگ اصیل ایرانی هر کاری کرده. اخیراً زرقامی گفته باید هر طور شده مقبره کوروش کبیر تخریب بشه. یه نکته جالب درباره هما اینه که پیهاش اسید معده هما یکه، یعنی میتونه آخوندها رو جوری تجزیه کنه که هیچ اثری ازشون باقی نمونه. با این حساب کاملا منطقیه که اسمش همای سعادت باشه. اما مزدوران خامنه ای نتونستن این پرنده اسطوره‌ای رو تحمل کنن و با شلیک به یکی از بالهاش اونو اسیر کردن. انقراض پرنده هما که همه رو به یاد داستان‌ها و افسانه‌های اسطوره‌ای ایران زمین میندازه، به جز حکومت آخوندی برای هیچ کس دیگه ای سودی نداره. اما لباس مجری برنامه حسینیه معلا هم حسابی خبرساز شده. مجری حکومتی این برنامه در شب نیمه شعبان پیراهن مشکی پوشیده. چیزی که مهمه اینه که پیشتر مدیر سابق شبکه 3 یکی از دلایل برخورد با عادل فردوسی پور رو پوشیدن پیراهن مشکی در شب ولادت حضرت زهرا، اونم به خاطر فوت ناصر حجازی، در برنامه 90 عنوان کرده بود. این روزا آخوندها بد جوری بوی سقوط رو حس میکنن. همه اجزای جمهوری اسلامی از هم پاشیده و فقط نیاز به یه شوک داره تا پودر بشه. مرگ خامنه ای که چندانم دور نیست جمهوری اسلامی رو با بزرگترین چالش عمر نحسش روبرو میکنه. آیت الشیطان جزائری، امام جمعه اهواز، در حالی که از ترس بدنش میلرزید به خامنه ای توصیه کرد حالا که حمایت مردم رو از دست داده با آمریکا دوست بشه، وگرنه هیچ امیدی به نجاتش نیست. یه دلش که الان موضوع عمل بلوایی هم داره. ظلم به بقیه مردم، شما چند میلیارد دلار به یکی بدید، ظلم درباره بقیه است. نتیجه دنبالش چیه؟ دنبالش سر به اعتماد مردم. زمانش قدرتش از خارج گرفته میشد، از امریکا که پشتیبانش بود. اما بعدش وقتی از اونجا بریدیم، خب باید تکیگاهی داشته باشیم. حالا اگر کارمون به اینجا برسه، نه حمایت مردممون داریم، نه حمایت امریکا رو داریم. و وقت میشه؟ دیگه یه همچه نظامی محکوم به سقوطه، نابود میشه. این روزا آخوندها برای نجات چه کارایی که نمی کنن. حالا که دیگه ساندیس کارایی خودشو از دست داده، به غیر بهداشتی ترین حالت ممکن میرن توی بسته های نون. یه زمانی تتلو رو میشوندن کنار رئیسی تا شاید مردم باهاشون آشتی کنن. دیروزم در مراسم معرفی ائتلاف نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، امثال هالک ایرانی و بغبغو رو به این صورت دور خودشون جمع کردن. حتی رفتن و با بی‌شرافتی تمام درست در جایی که به زنده یاد کیان پیرفلک شلیک کردن، ستاد انتخاباتی راه انداختن. اما مردم خیلی زود درش رو تخته کردن. فیلمی رو که براتون ارسال میکنم از ستاد انتخابات آخوند کعبی در شهر ایزه، در جایی که ماشین خانواده کیان پیرفلک به گلوله بستن، چهارراه لاله‌احمر. واقعا آخوندها خجالت نمیکشن مردم این شهر به گلوله بستن، الان هم اومدن و ستاد انتخاباتی رو انداختنه. الان چند روز این ستاد درش بسته است. رأی دادن به حکومت جمهوری اسلامی خیانت به ایران ایرانیه. به کاندیدا گفتن تا پایان رأی‌گیری هیچ خط قرمزی وجود نداره. به زنان ارزشی بگید تا میتونن برقصن و کل بکشن. آخه روی فراموشکاری قشر خاکستری دوباره حساب باز کردن. یکی دیگه‌شون برای ارزشیایی که انگلیسی بلد نیستن انگلیسی حرف میزنه و بعدم براشون میرقصه.
been backstrong in front of you. Have you even fight or enter? Have you been destroying everywhere? Who wants to destroy you? اما خامنه ای به خوبی میدونه که با این نمایش ها مشکلش حل نمیشه. به خاطر همین از مدت ها قبل یه لشکر از اتباع افغانستانی برای شرکت در مراسم حکومتی و سرکوب معترضای ایرانی فراخونده. ویدیوی عجیبی از یه ایستگاه بینراهی در مسیر سبزوار به تهران منتشر شده که نشون میده نیروهای افغانستانی در حال انتقال به تهران هستند. خاطر اسلام بینراهی تو سبزوار این وضعیت افغانی هست. آماده باش خامنه ای به لشکر اتباع افغانستانی برای نجات انتخابات صدای خودی ها رو هم درآورده. به صدای اعتراض شدید یه دانشجو به سخنگوی دولت رئیسی در این باره خوب دقت کنید. بعدی آقای دکتر احساس می‌کنیم که دولت آقای رئیسی در جریان انتخابات آینده نیاز به حضور این 15 میلیون نفر داره. یعنی از بدنه اجتماعی خودش ناامید شده. احساس می‌کنه که بدنه اجتماعی خودش اون سقف رأی و کف رأی رو از دست داده. بنابراین ما باید افغانه رو وارد ایران کنیم، در یک جریان به اونا اجازه رأی بدیم. الان ما داریم میبینیم با 100 میلیون تومان، ببینید اصلا فاجعه است، 1800 دلار روزی 6 دلار شما بده شناسنامه ایرانی بگی ما حقوق ایرانی رو حقوق مکتسبه سرزمین مادری ما رو بهره‌دار بشیم. اصلا ما هیچ جا همچین چیزی نمیبینیم. ترکیه کشور تصویره به ما 500 هزار دلار، 450 هزار دلار دیگه. ما از سومالی و اریتره و اتیوپی که بدتر نیستیم 150 هزار دلار. شما با 2000 دلار داری شناسنامه ایرانی به این دوستان میدید. حالا کسی هم میخواد بگه آقا نه شناسنامه ایرانی نیست، بیاد من بهش میگم که یک فرایند هست، این فرایند که اجازه بفهمی الان تموم میشه. این یک دغدغه اصلی ما هستش که ماها در کمیته مشغول اون هستیم. خواستم حالا برای برخی هم میگفتن اون طرف فیک و اینا، این مطالبه فیک که بنده رو ببینن باشن. نه سخنرانی نیست، سوال آقا، سوال اتما همین شما هستین که طرفدار این داستان هستین. در صورت اگر دولت رئیسی احساس کرده که از اجنبی میتونه رأی بیاره و میتونه برای خودش بدنه بسازه، اون اگه میخواد دفاع کنه دولت خودش دفاع میکرد و آب ما فرار نمیکرد. خوشبیاد ایران یه جای دیگه. خیلی ممنون.